سلام دوستای عزیز بیننده های تلویزیون بیننده های تلویزیون سرود ایلا دیار استم عید سعید قربان برای امای امتنان عزیزم از طرف خود و از طرف تمام دستندکاران تلویزیون سرود تبریک میگم. بازم برنامه ویژه داریم، برنامه مجلسی که با جمع هنرمندان محبوب کشور ما با هم جمع شدن که اینا هم خودشان ایدی را اول برای شما تبریکی میتن و باز میبینیم که چی توفه های ایدی دارن و چی صحبت های دارن. شروع میکنیم اول از علی جان اعتمادی. سلام علی جان، ایده شما مبارک. سلام علیکم، ایده شما مبارک و به همگی دوستای و بینندگان همین تلویزیون سلام های خود عرض میکنم. ایده همگی شما مبارک و انشالله که همگی جور صحت باشن و انشالله که شما همگی خوب باشین. همگی خوب هستیم، تشکر. و طارق جان سعید، ایده شما مبارک. تشکر، ایده شما مبارک. ایده دوستایی که امروز حاضر هستن، همشان هنرمندا مبارک و همچنان ایده بیننده تلویزیون مبارک برنامه ایده بکنید. تشکر. و شبانه جان مهریار، ایده شما مبارک، خوش آمدید. ایده جان مبارک، تشکر از دعوتتان که همه گیر زحمت کشیدین، برنامه تنظیم کردین و دعوت کردین. ایده تمام بینندای برنامه زیبای شما و تمام بینندای تلویزیون سرود از صمیم قلب تبریک میگم و امیدوار سربلندی و سرفرازیشان در سر تا سر جهان است. تشکر. اجمل جان، ایده شما مبارک، خوش آمدین. زنده باشین، خوش باشین. ایده شما مبارک و همچنان ایده همه هموطنان و دوستان تبریکی میگم. الیاس جان، ایده شما مبارک، شما هم خوش آمدین در برنامه ما. تشکر بسیار زیاد. از طرف ما هم اید برای کلگی هموطنا که اینو میرسای میکنن تبریک باشد. تشکر. خاله جان خلوت، ایده شما مبارک. سلام به شما، زنده باشین، تشکر. ما هم به نوبه خود ایده قربانه برای شما و برای دوستا که تشریف دارن و همچنان برای بیننده های تلویزیون سرود که همچو برنامه زیبا را شما تهیه کردین تماشا میکنن، از صمیم قلب تبریک میگم. طاعت و عبادت همه شما قبول، خدا کنه در هر جایی که هستین یک ایده خوب و خوش داشته باشین. زنده باشین، تشکر. باش با همچنان نجیم جان نیکزاد، ایده شما مبارک، خوش آمدین. خوش باشین، ایده شما مبارک، ایده بینندگان عزیز تلویزیون سرود مبارک. برای تمام دستندرکاران تلویزیون سرود ایده مبارکی میتونم. ایام خوش و خوجسته اید برای همه تان آرزو دارم. زنده باشین، تشکر. خب بیننده عزیز تلویزیون، شما دیدین که نام خدا هنرمندای محبوب و معروف کشور ما همگی گرده هم جمع شدن در این روز اید و خواستن که یک توفیه ایدی خوش برای همه شما نازنینا داشته باشن با آهنگ های جدید، با صحبت های گرم. خود چند روز عید شما عزیزان را خوشتر و خوبتر سپری کنین. شبانه جان میلیار، ایلا جان، خوش آمدی بازم. تشکر، زنده باشین. خب خودت چطور شد که امروز در برنامه ما آمدی؟ اول فکر میکنم با دعوت شما آمدیم. با دعوت شما آمدی. یعنی مقصد من ایست که ما خودت هیچ وقت زیاد ندیدیم در پرده تلویزیون اروپا و امریکا و اینجا، و امروز که ما دعوتت کردم، دعوت مرا قبول کردی و آمدی به تلویزیون سرود. دیر بود، یعنی به مقابل علاقمندای تلویزیون هم هستی، علاقمندای خودت هستی، چی گفتنی ها داری؟ زنده باشین، تشکر. خب موضوعی است که شما گفتین در پرده تلویزیون، فکر میکنم خارج از افغانستان، خارج از افغانستان ظاهر میشم. بله، داخل. دلیلش این است که برنامه‌ای نیست که من به ایش اشتراک کنم. برنامه‌ای که من لازم میبینم که ایش اشتراک کنم، من وقت من به ایش تلف کنم، باید از برنامه درست باشه که گرداننده برنامه باید از سوالهای درست کنه، کانسپت برنامه باید از درست باشه و دوستایی که همکارایی که هستن همکاری میکنن اونا باید از مسلکی باشن. دلیلش همی است که من ارزیابی کردم که برنامه شما، برنامه سرود یا تمام برنامه های سرود، برنامه هاییست که یعنی زیادتر بگویم به نفع یک نفر نیستن، به همگی به شکل متوسط کار میکنن و بر ما این همگی رو به یک چشم میبینن. بله بله، به همگی رو به یک چشم میبینن، حتی نیست که یکی کمتر باشه یکی زیادتر باشه. و برنامه است که راستی هنر میخواه رشد بده. امی بود دلیلش که من
در برنامه شما اشتراک کردم. تلویزیون سرود خو مخصوص به هنر و موسیقی است، یعنی ما همی کل کار ما، کل پلان ما، یعنی مشاعر ما قسمی که است که هنر و موسیقی را ما باید پیشرفت بدیم یا تشویق کنیم، اما هنرمندای جوان، یعنی هنرمندای نو. خب بسیار خوب، بازم خوش هستیم که هستی امروز در برنامه ما اشتراک کردی. حتما آهنگای خوب آوردی بر علاقه مندای خود و بر برنامه ما، که برنامه خوب خوش و بر امگی خوش دیشه انشالله. علی جان اعتمادی، شما خوش آمدیم. تشکر، زنده باشی علی جان. خیلی مهربان هستیم. من خودم بازم تبریکی بر کلگی میتونم و از طرف منجمنتم کلم انترتیمنت از طرف ظلم تبریکی میتونیم، چون اونا بزرگتر کارهای هنری و موسیقی مال اونا پیش میبرن و اونا در هر چیز سم داشتن، جایشون خالیست. بازم ما به چی میگن نماینده کلم انترتیمنت اینجا هستیم. باز کلم انترتیمنت یاد کردین آهنگ جدید تانان که ثبت شده بود از اون طریق بود؟ بله، البته همو آهنگ ویدیو کلیپ ما اونا پرودوس کردن، یا آهنگ کمپوزیشن از خودم بود. جیم پیکچرز ویدیویش جور کرد. آهنگ بسیار مقبول بود. تشکر، زنده باشین. مخصوص برای ماه مبارک رمضان بود. دیگه دو سه آهنگ دیگه هم داریم که بخیر دمی آینده بخیر نشر میشه و سرش کار است. دیگه ببینیم که دیگه چی کارو میکنیم. از همین آهنگ قوالی را، یعنی بسیار دیر بود بگویم شما یک ویدیو کلیپتان بیرون آمد. نگاه هم چی یک در فکرتان آمد که امی آهنگ اول یک آهنگ قوالی باشه؟ چرا یک آهنگ دیگه نبود؟ خب اولی که ماه مبارک رمضان بود و ما شکر الحمدلله در راه اسلام هستیم، در راه دین خود هستیم. ما نمیخوایم زیاد اینجا مسئله مذهبی بسازیم، اما کل ما مسلمان هستیم شکر، و او را هم باید آدم مد نظر. و اینمی رای قوالی، اینمی یک من فکر کنم در هر سبک موسیقی میتونه آدم به خداوند نزدیک شود، به شرطی که قلب پاک باشه. دیگه اینمی هم یک چی بود، یک نظرم بود که برای دوستان بتیم یک قوالی آهنگ. نمیشه آهنگ مقبول بود. خب آهنگ بعدی تان یعنی که مست است. مست است. با این قوالی بود دوامش مست است. بله. دیگه بازم جگرخون هم هستیم به خاطر اینم چند وقت پیش در افغانستان تو حادثه‌ای شد و ایره ما اتو نمیتونم که فراموش کنم یا بخی یک طرف بونم. نمیشه به خاطر و بسیار چیزای دیگه داریم. مثلا ما در اینجا هستیم، در اروپا هستیم، اینم وقت است که می صحبت ها رو کنیم. در اروپا هستیم، در امریکا، در استرالیا، چقدر افغانای ما هستن به سبب آخر مصرف ها از دورسی از در شادی از در خوشی از اضافه در حال که میبینیم که در مملکت ما شما چقدر مردم میمورن. چطور ما میتونیم که به اون سبب خوش خدا بسازیم در اینجا و او را فراموش کنیم؟ این تو خو نمیشه نه؟ آدم هر چیز به یک چوکات بانه. مثلا تو نشه که بیخی یک خوشی ما ایقه به او سبیه شده که بگویم که در زندگی در افغانستان در وطن ما هیچ وقت غم نبوده، ایقه خوشی بوده که ما همی آلم خوش هستیم. مثل مردم ممالک تر اونا هم مشکلات دیده، ایران دیده، هر جا دیده، اما مثل ما برای کس خوشی نمیکنه در ممالک خارج. دارسای ما مثلا در کنسرتای ما میبینیم که یک آل است، فقط که در افغانستان مثلا میله است، خوشی است، ما اینجا خوشی شم میکنم. در حال که اونجا یک تک بارون و علی جان در خود افغانستان هم دمو آرسیش هم آماتور آمادار آل است. واره ما کار نداره، واره ما کار نداره. اما جرم اگرم فکر کنم که اونا ما یک همه کم تر کنن، اما مصرف و آرسی و مصرف اونا مجبور هستن، اونا مثلا مجبور هستن کار کنن، عاید داشته باشن. اینا ما اینجا کل ما شکر خوب هستیم، هر چیز داریم، اما ما مصرف آرسیر مقصد میست که مصرف از سرشان کم کنند. اینمی خودت قسمه که گفتی که قدر بله بگ اندازه باشه، بگ اندازه باشه. مثلا اگه مستخانی باشه در آرسی، من فکر کنم از دو ساعت یا دو نیم ساعت زیادتر نباشه مستخانی. مثلا پیش از نان باشه، بعد از نان باشه، تا به حساب وقت آخر. دگاهش ضرور نیست که کلش غزل هم باشه، اما یک چیز نباشه که بخی این خوب بخی یک من فکر کنم به احساسی است به مقابل وطن خود، با مقابل مردم ما که در افغانستان هستن، غریب هستن، مردن، یگان تا زخمی هستن داشت افغانستان. این آدم یک ذره متوجه باشه و این هم از مردم های ما که در اروپا، در امریکا، در کانادا، در استرالیا، در هر جای دیگه که هستن، یک ذره نمیره مراد کنن و یک ذره قدر کنن، نمیره احترام کنن این مسئله را. دیگه چیز نیست، چون ما خودمون موسیقی میکنیم. وقتی که ما این چیز احساس میکنیم، وقتی که ما اینو میگیم، طبعا باید مردم ما را، حتی مردم ما را باید بگن که شما یک ذره
بریک بگیرین، اگه ماس نخونین یا اگر چی نکنین، یک ذره به وطنتون فکر کنین. اگه چیز کمک کردن نمیتونه، یک چند شعر خوب بخونین که یک چند احساسایی که در اینجاست امور درک کنن که اینمی آدم احساس داره به وطن خود. چون ما هم یال کدام چیز دیگه نداره، فقط موسیقی در کلچر مونده. دیگه هیچ چیز نمونده. امورم بسیاری ها به نظر خوب نمیبینن. بله ها. این همی هم باید یک تغییر کنن. چطور جان... نظر شما چطور است؟ نجیم جان. بر تغییر نسلای روشن فکرتر ضرورت است. ضرورت است. خب این خوب شاید یک مدت زیاد کار داره. امکاناتش نیست که یک نفر آدم مجبور بسید نظر. نظرات مختلف است. به هر نظر احترام است. ای که ما ایرا را انتخاب کردیم شوق و ذوق ماست. و موسیقی جز یک فرهنگ یک کشور است. هر چقدر موسیقی یک مملکت رشد کرده باشه، فرهنگش رشد کرده باشه، میتونه خود در بین ممالک همسایه و بعد دیگر ممالک دنیا نشان بده و برازنده تر باشه از دیگر. تنها مملکت ما و شما مملکت است که همیشه به خب مرد تعصب هم است، آزادی هم است، مگر به تایید گپ علی جان میانه روی خوب چیز است. افراد اگر افراد طرف چپ باشه طرف راست، در هر دو حالتش ما طرفدار افراد نیستم شخصا. میانه روی خوب چیز است و به خاطر تغییر گفتین، من فکر نکنم که در یک روز دو روز یا یک سال دو سال جامعه ما شما تغییر کنه. تغییر نسل آمده نسل... به نظر شما از یک ده سال پیش تا حالا؟ طبعا تغییرات منفی مثبت هم است. مثبت هم است. ندیده باید نگیریم. است. هم تغییرات مثبت است هم تغییرات منفی. مگرم اگر نظر به ایست که آدم با کدام دید سونه یک موضوع سیل میکنه. اگر ما بخوایم که سعی کنیم چیزای منفی بپالیم زیاد منفی پیدا میکنیم. اگر ببینیم که چقدر تغییرات مثبت آمده و واقعی بین باشیم مثبت هم میبینیم. از خود باید شروع کنیم. اگر من به اصطلاح همیشه انگشت انتقاد به دیگران بگیرم و نقص در خودم باشه تغییر نمه. هر کس مسئولیت شخصیش است، تغییر از خود و از چهار اطراف خود آغاز کنه. خب من طرفدار یک تغییر مثبت هستم. یعنی چی تغییرات مردم سابق هنرمند یا هنر با یک نظر دیگه میدیدن، آل تغییر آمده، آل یعنی زیادتر احترام دارن، زیادتر قبول میکنن. اما قدر که چقدر دختر خانم ها مثلا زیادتر شده نه؟ سابق زیاد نبود. حال جرات میکنن که بیاین. آوازخان شدن میخواین که آوازخان شون، اما در این وقت آوازخانی رو بد میبینن، بد میگن که یعنی مسلک خراب است. این بر من بسیار جالب است که من این رو نتونستم بر خود تشریح کنم و شاید شما همین موضوع رو متوجه شده باشه، این که تعداد زیاد است که میخواین. یعنی شما ببینین هر دو روز بعد من یک آوازخان نو بعد پرده تلویزیون میبینم، پس اقدر پس رفته تاریخ فکر ما هیچ نمیتونیم در قسمت موسیقی باشیم مردم ما. این به نظر من یک قسمت کلانش مسئولیت رسانه هاست، مثلا تلویزیون سرود و دیگه تلویزیون ها شبکه های جهانی که اگه اسمشان رو بگیم زیاد است. یعنی این مسئولیت از تلویزیون هاست و رسانه هاست که چه قسم و چی نوع هنرمنده را بر مردم پیشکش میکنه. یعنی در یک بعض وقتا یعنی شده که من در یک قابل نشر باشه او باید نشر شد. منظور ما همین چیز یعنی هر تلویزیون باید هیئت داشته باشه که یا کس باید طبقه بندی کنه. عمو در تلویزیون در استیشن استودیوی تلویزیون باید کس باشه که موسیقی را بفهمه، موسیقی رو لایه بفهمه، که همین بفهمه که همین آوازخوان همین چیزی که نشر میشه ازش آواز داره یا اگه آواز نداره سر داره یا اگه هیچ کدامش ندارید نشد نشه. بخاطر که وقتی که یک آوازخان آواز نداشته باشه سر نداشته باشه بودید چی فایده است از او؟ ادقل همی سر یک آواز باشه از اون وقت تلویزیون نشده شد. ادقلش ما نمیگم که کسی رو میخونه. تلویزیون ها فرق داره. تلویزیون هایی هست که پیسه میگیرن. نه خیلی خوب وقت کلی میفهمه. هر کلیپ رو که گفته شما هر کسی که میتونه که یک آهنگ جور کنه نشون میشه. 5 سال 6 سال 10 سال از کلی میفهمه این مسئله. دو تلویزیون هم چیز کردن هست. گپ در سیستم هست. این نمیجا کلش مسئله بزنس شد نه؟ این حال بزنس یک طرف بانیم وقتی که باز میبینیم که ما چی پیش رزولتات ما رزولت ما جالب نبوده. ده قدر مصرف هایی که شده و ده قدر گپا میبینین که بسیار یگان تا یگان کلیپ هاش بسیار خوب شده. من هر کس رو خوش دارم گوش میکنم و خاطر از این میخوایم که چقدر زحمت کرد چقدر خوب بعضی که زحمت کرد خوشم آمده تعریف کردیم گفتیم چقدر مقبول خواندن بوده، چقدر خوب کمپوز بوده، ویدیو خوب. اگه ویدیوش خوب نبوده گفتیم که آهنگش خوبش بوده، خودش خوبش خوانده یا موزیکش خوب بوده، اما هر چیزش. اما تو خونه نشه که آدم در تلویزیون
یک ثبت خوبش باشه ویدیو خوب نباشه، یا ویدیو خوب باشه ثبت خوب نباشه، یا هیچ کدامش خوب نباشه، اتخو نمیشه. حداقل یک چیز خوب باید باشه. و امیر باید استودیو تلویزیون باید مراعات کنه. آوازخوان چی میفهمه؟ شاید یک از کل دنیا تشویش کنه بگه واو واو، خودش شاید نفهمه که بسوره بسوره بلای است. اما نمون نفر که در موجه نشر میکنه اونمو خوب میفهمه که این همی سریس و نیست قابل نشر است کدامش نیست کار داره اگذر وقتی رو کلگی آمیر بخاطر از اینکه سوی تفاهم پیدا نشه، این نقد ما که هست، انتخاب ما بخاطر از این نیست که خدا نخواسته کدام هنرمند حسادت داشته باشه، فقط به خاطر رشد موسیقی است، به خاطر از اینکه کاستیا کم شوه و سوی یا بتونه که خوبتر و بهتر کنه. این فقط یک یادآوری است که تو خدا نخواسته فکر نکنن بینندگان که ما دقیقسا نیستیم، ما هستیم دقیقسا، ما متوجه هستیم هر کس ما، ولی اتول هیچ کس باز داخل اتول چی نمیکنه متوجه نمیرنی. و من فکر میکنم که یک موضوع دیگه هم است که موسیقی غذای روز، ما غذا تهیه میکنیم و هر چیزی که بر مردم ما مثلا زیادتر پیش رویشان بانیم از او زیادتر میخورن. بله و او عزم کردن شاید برشان مفید نباشه. و او خاطر من فکر میکنم که نظر همگی مایی است که کسایی که زحمت میکشن و کسایی که راستی یک غذای خوب روی برشان تهیه کرده میتونن اونا باشن، چون که مفید است بر جامعه ما. و کسایی که کمتر موفق هستند در این قسمت باید است اتونه که اونا کاملا از تلویزیون دور شوند، اونا سرشان کار شوه، برشان گفته شوه که خودت میتونی در اینجا کمک بگیری، از این نفر کمک بگیری، میتونی در اینجا پیشنهاد کنی. ما فکر میکنیم به تمام بر فرهنگ ما، بر آینده ما، بر روی ملت ما این بسیار مهم است و بسیار کار مهم باید است که شوه. یعنی آدم کوشش کنه در هم در روز خوشا کوشش میکنه ما هنرمندا براتون باشیم و هم در روز بعد، و اینی بر ما اصلا مهمتر است از کلش کده. امیدوار هستیم که مردم ما همچنان در روز خوب بعد امرای ما باشن، برای از ایک ما را مردم میسازه و باید از هیچ وقت دست هنرمند خدا میلان نکنم. یک مسئله که میخواستم پیشکش کنم به اجازه امتان البته، بله، ایست که رساله شما آوازخوانا کسایی که هستین چون سولیست هستین شما در هر محفل، پایش من ایست که فرق باید بین موسیقی عروسی شما و کنسرتتان باشه. بله. مثلا وقت کنسرت میرین، چون اونمو آلت است که شما میتونین شنونده تان را تربیه کنین در اصل. بله. چیزی که میخواین باید پیشکش کنین که فن و همو تالنت راستی شما را بتانن مثلا بفهمن که شما کی هستین، چقدر میتونین توانایی تان چیز دانیسین. جانانا ولی مر ویش می نم
Talking about
بر جگر داده زشت لال روی در سرای دل بهشت آرزوی بر جگر داده زشت لال روی در سرای دل بهشت من غمش که تو هم در نشست به تلاش من غمش که تو هم در نشست گج را در زیر باب جست و جوی در سرای دل بهشت آرزوی بر جگر داغ زشت لال روی در سرای دل بهشت دوار از
از اسپلیم استاد دور از اونا خوزم آفز دیگه بود به همیشه میزد استاد دور از اسپلیم استاد دور از اونا خوزم آفز دیگه بود به همیشه میزد استاد دور از اسپلیم Jara jara me uke dazmin jawab bigde Jara jara me uke dazmin jawab bigde dazmin jawab bigde hal de nishulat rosa hal de nishulat rosa damus gostar goswa خوزم آفز ردی که خود همیشه میزنم استاد دور از اسپلیم نظر گئی پا ویرانا کی دچا یادا ستازشو دچا یادا ستازشو پا قدم قدم تاو دو پا قدم قدم تاو دو استاو دا حسن میں پیدا خوزم آفز ردگی خود ہمیشہ میزن استاد دور از اس پلیم استاد دور از اس خوزم آفز ردگی خود به همیشه میزخونم استاد دور از اسپلیم استاد دور از اسپلیم خوزم آفز ردگی خود به همیشه میزخونم استاد دور از اسپلیم هر بی وطن با یاد وطن گریه می کند هر بی وطن با یاد وطن گریه می کند مرغ اسیر پشت چمن گریه شب سیاه تاریک است تاریک است این مسافر
Se vou matar, não me tu vai.
وطنم Come on,
روح وصالت ز شرندگی ها روح وصالت ز شرندگی ها اگر جانم برنامه ویژه امشب ما با هنرمندای عزیز و تشکری میکنم اول بازم از همه شما که اینجا دعوت ما را قبول کردین آمدین. پروگرام بسیار خوب بود، آهنگای بسیار زیبا بود. خدا کنه که مورد پسند همه بیننده هم قرار گرفته باشه. و یک تشکری خاص از رشاد جان میکنم، از ولیزاده پکچر که ما را امرایی کردن در این برنامه. برنامه امشب ما در اینجا با پایان میرسه و سبا شب باز هم یک برنامه دیگه داریم که میمان های دیگه هستند در برنامه. با ما باشین، شب خوش برای همه شما میخواییم، دیگه روزهای عید خوش داشته باشین. خدا حافظ، شب خوش برای همه. خدا حافظ.